باشه هفته گذشته صحبتی داشتیم در مورد اینکه خب حالا ما همه اطلاعات لازم رو گرفتیم برای ارتباطات سالم، حالا چجوری میتونیم از روان درمانی استفاده بکنیم و اصلا روان درمانی چه کاری میتونه برای ما بکنه وقتی که روابطمون نمقدار ناسالم هستش. ما روابطمون تو اعضای خانواده کیا هستن، افرادی که باشون رابطه هر روزه داریم، همسرمونه، فرزندانمونه، والدینمونه، خواهر برادرامونن یا افراد دیگه ای که باشون ارتباط تنگ و تنگ روزمره داریم، چجور مسائلی میتونه ما رو اذیت بکنه. نداشتن به نظر من حد و مرز، نداشتن حد و مرزهای سالمی که بتونه من رو در مقابل دیگری تعریف بکنه، نداشتن راه گفتگوی سالم، پنهان کردن مسائلی که لازم داریم به همدیگه بگیم ولی پنهان میکنیم به خاطر اینکه ترس از اینکه دیگری من رو باور نکنه، ترس از اینکه دیگری من رو رد بکنه، ترد بکنه و ترس از اینکه اصلا بگیم این حرف رو دیگری ناراحت میشه. یه مقدار مسائل فرهنگیمون میاد وسط، آبرو، خجالت، حس گناه از اینکه من اگر این رو بگم دیگری چه حسی میکنه. و این نداشتن این گفتگوی سالم، حالا نه فقط گفتگوی سالم، ارتباط تنگاتنگ احساسی، درک حس این که دیگری تو نداشتن این رابطه با من یا رابطه با هم چه حسی میکنه و نداشتن حس همدلی، اون چیزی که همیشه صحبتش رو میکنیم که خب این حس همدلی یعنی چی؟ حس این که پامون رو بذاریم تو کفش دیگری، ببینیم اگر اون من جای اون فرد بودم با شنیدن این حرفی که من بهش زدم چی حس میکرد. اگه همسرمونه، درک این که خب همسر ما اون هم تو شرایطی هستش که استرس داره، ناراحت، نگران، مشکلات اقتصادی داره، میخواد حل و فصل بکنه مسائل ما رو و ما هم نیاز داریم یه جوری همراهیش بکنیم، کمکش بکنیم. فرزندانمون تو مدرسه، تو بیرون چی میکشن، با دوستانشون چه روابطی دارن، چه مسئله داره براشون میگذره، آیا حس استرس میکنن، آیا حس میکنن که دیگران قبولشون دارن، به خصوص دوستای همسن، آیا بچه های ما حس میکنن که تو مدرسه جا افتادن، دیگران باورشون دارن، زبان تکلم خوب و محاوره خوب دارن با دوستانشون، با معلمشون، با مدیرشون، توی روابطی که تو مدرسه هستش، تو اکتیویتی یا فعالیت ها شرکت میکنن یا نه، و همین روابط تنگ و تنگی که یه موقعی به نقش ها مشخص نیست، حد و مرز ها و چارچوب ها مشخص نیست، اینا همه مشکل زا میشه. و بعد از اون طرف وابستگی خود ما به افراد دیگه، وابستگی و گاهی اونقدر بیمارگونه است که نمیتونیم بین خودمون و دیگری رو تفاوت بذاریم. در نتیجه این کاریست که ما در روان درمانی انجام میدیم، تو جلسات مشاوره انجام میدیم، نگاه میکنیم نقش تک تک افراد اینجا چه داره میگذره و کی داره چجوری با دیگری برخورد میکنه و حسا کجا هستش. از من سوال شد که حالا این جلسات روان درمانی که برای کمک به بهبود روابط بین همسران، فرزندان و والدین هستش به چه صورتی و چه روشی استفاده میشه؟ روشی که من استفاده میکنم بهش میگن EFT یا Emotional Focus Couple Therapy اگر واسه بین همسران هست، یا Emotional Focus Therapy اگر بین یک فرد و افراد دیگه هستش. و حالا چه اتفاق میفته اونجا؟ این هستش که توی این روش درمان نگاه بکنیم به این که عمق زخم‌های عاطفی که دو نفر به هم زدن، حالا این دو نفر میخوان باشن دو تا همسر یا مادر و فرزند، پدر و فرزند و ما و هر کس دیگه، عمق زخم‌های عاطفی که به هم زدن به خاطر گوش کنایه‌ها، تهمت‌ها، کلمات بد استفاده کردن، احیاناً خشونت، فحش، حالا ناسزا و هر چی که هستش، یا حتی بدبینی، عمق اون زخم‌های عاطفی کجاست؟ و اگر دو نفر وارد یه جلسه میشن بتونن رو خودشون تسلط داشته باشن و واقعا استعداد رو داشته باشن که ببینن و درک بکنن و بگن و بیان بکنن که چه عمقی پیدا کرده این جریان و چه جوری هر کدومشون مسئولیت دارن تو به وجود آوردن این زخم ها، اونجاست که اتفاقی که میفته بهبود روابط بین دو نفر حاصل میشه.
بالا بردن در حقیقت پنجره تحمل، چیزی که من استفاده میکنم ازش اینه که درک بکنیم که ما آسان تحملمون برای شنیدن این حرف رو باید بیشتر بشه و از اون طرف پایین آوردن تنش و پایین آوردن درجه گفتگوهای ناسالم هستش. پرهیز از گفتگوهای ناسالم و یاد گرفتن اینکه چجوری گفتگوی سالم برای ترمیم این روابط به وجود بیاریم. در نتیجه چیزی که توی افتی اتفاق میفته یه رابطه عاطفی تنگاتنگ سالمتری میتونه به وجود بیاد و چیزی که شاید دو نفر هیچ وقت تجربه نکردن و ببینن که چجوری از دید دیگه، از دید این که امپاتی یا همدلی چی هستش، پاشونو بزن جای در حقیقت تو کفش فرد دیگری و ببینن از اون دید چجوری آدم تجربه میکنه عواطف رو، چی احساس میکنه و چی داره میگذره و یک سیرکل جدید یا رابطه جدید عاطفی به وجود میاد که توش توجه هست، توش باندینگ یا ارتباطات سالم هستش، توش محبت هست، توش شنیدن هست، توش گفتار سالم هست، توش دیدن و درک کردن دیگری هست و کمک کردن به همدیگه هستش و به وجود آوردن راهی برای اینکه هر دو نفر این شانس رو داشته باشن که بتونن به همدیگه کمک کنن و کسی در رو به روی گفتگو به روی دیگری نبنده. در نتیجه میبینم تجربه من هست و تجربه همه همکارانم که این روش رو استفاده میکنن و میبینیم که کارساز هست و افراد حس بهتری نسبت به خودشون پیدا میکنن وقتی که میبینن رابطهشون با دیگری سالمتر هست و اون فرد دیگه احترام میگذاره.